تکه کن. چون اخلاقش اینجوریه. این بعد تا مرز ناامیدی. با این خدا سلاسل با خدای گهواره موسای رود نیل، با خدای یوسف ته چاه، با خدای ابراهیم تو دل آتش، با همیشه از همین تنگه ها عبور کرده، همیشه اسلام از همین باریکی ها در اوج ناامیدی، روایتش هست که آقا تو اوج ناامیدی فرج هست، اصلا خود فرج حضرت هم همینجوری میاد. آقایون شما خیلی الان اوضاعتون خوبه، چهرهاتون من میبینم گل انداخته ماشالله، پس فرج به این سادگی ها نمیاد. هر موقع زجه ناسمون رو چنگ زدی گفتی آقا تموم شد همه چی، دیگه پس کی میای؟ مثل اینکه اصلا دیگه نمیخوای بیای، اون وقت آقا میاد. اصلا داستان با عشق شروع میشه. این سلاح استراتژیک شیعه است، این که ما عشق بریزیم و مضطر بشیم در نبود امام زمانمان. این شرط عهد الهی است. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، یعنی بابا من دعام دیگه نمیگیره. اگه میگرف بابا این همه گفتیم اللهم عجل ولی کل فرج، یه چیزی این خراب شده این دل دیگه، اون گناه رو ببخش که نمیذاره. منتظر مضطر، باید آدم مضطر بشه. عزیزم بفهمیم که وقتی امام صادق میفرمان بنی اسرائیل 400 سال غیبت رو نوشته بود براشون، 40 شب ندبه کردن، 170 سالشو بخشید. بابا این شوخی نیست به قرآن، کلام امام معصومه، همین داستانه. امام صادق در ادامه میفرمان اگر شیعیان ما هم مضطر شوند خدا میبخشد، و الا باید بایستند تا که روزش فرا برسد.